اما وقتی خودت رو مدعی مهدویت میتوانی بنامی که در بین صمیمیترین رفقات جوانهایی باشن که از اهل سنت هستن. امام حسن عسکری علیه السلام آخرین امام ماست که حی و حاضر با مردم ارتباط دارد. امام بعدی آخرین امام غائب است. سفارش های این امام نازنین سفارش های راهبردی است تا دم ظهور. میفرماید جروا الینا کل مودتن، همه دلها رو به سمت ما جذب کنید. هر یک از شما الان باید بلند شه پاسخ بده در این دوران جوانی چند دل رو جذب کرده. وقتی میفرماید دلها رو جذب کنید، منظورش برای بچه های شیعه نیستن، منظورش جوانهای اهل سنتن. در روایت ما باید به آغوش بکشیم یک دیگر را. مرجع عالی قدر تشیع در عراق درباره اهل سنت میفرماید نگویید اهل سنت برادران ما هستند، بگویید انفسنا، اونها جان ما هستند، عزیز دل ما هستند. آی مریدان امام زمان، دلبری کنید. برادران اهل سنت بعضن معتقدن مهدی هنوز به دنیا نیامده است، پس تو هم به مهدی علاقه داری، بزن قدش، دست بدید، همین مقدارش رو غنیمت بشمرید، برای همین مقدارش مجلس مشترک بگیرید. برادران اهل سنت معتقدن قدیر دعوت به محبت علی ابن ابی طالب بوده است، نه وصایت علی ابن ابی طالب. خب جشن مشترک بگیریم سر محبت علی ابن ابی طالب. اعتقاد ما برای خودمون باقی که به وصایت معتقدیم، ولی وجه مشترکمون با اونها در قدیر در محبت، جشن محبت بگیریم. مگه ما در بسیاری از مجالسمون جز از محبت اهل بیت دم میزنیم؟ با هم جلسه بگیریم. وقتی تو عراق یا تو سوریه اهل سنت میبینن که جوان شیعه داره خودشو میکشه برای اینکه از نوامیس همسایگان مسلمان خودش دفاع کنه که اهل سنت هستن، خب اون جوان اهل سنت هم میاد از حرم حضرت زینب دفاع میکنه، از سامرا دفاع میکنه. اینها معجزاتی است که علارغم اون همه سرمایه گذاری دشمن برای تفرقه تحقق پیدا کرده. در همین اربعین برادران اهل سنت رو در این موکب ها دیدیم خدمت میکردن به عشق امام حسین. میگفتن فرزند پیغمبر ماست، به ظلم کشته شده، ما بهش ارادت داریم. میگفتن خب بگید شما اهل سنت هستید. میگفت نه نگو، میترسیم شیعیان دلخور بشن، از ما پذیرایی قبول نکنن. مخلصانه داره برای امام حسین خدمت میکنه. دوران همدلی فرا رسید. جروا الینا کل مودتن، همه دلها رو به سمت ما جذب کنید. شما وقتی خودت رو مدعی مهدویت میتوانی بنامی که در بین صمیمیترین رفقات جوانهایی باشن که از اهل سنت هستن، همین مقدارش رو غنیمت بشمرید، برای همین مقدارش مجلس مشترک بگیرید. ما باید به آغوش بکشیم یک دیگر را.